سلام، عرفان بیک هستم. با آسام مدیا در خدمتتون هستیم تا بپردازیم به بخش دیگری از اساطیر ایرانی. در این قسمت قصد داریم بپردازیم به ایزد اپام نبات. او دیگر آفریده ای از آفریدگان اورمزد هستش. لقب دیگر این ایزد بُرز ایزد هستش. او خدای آب هاست. معنی اسم اپام نبات در واقع به معنی تخمه آب هاست یا نوه آب هاست. اپام نبات یکی از سه خدای بسیار بزرگی است که لقب اهورا رو داشته. این خودش گویای بزرگی و عظمت این خدا هستش. در موتون و در اوستا به صورت خدایی بسیار نیرومند، بلندبالا و دادرس دادخواهان تجسم شده و صفت تند اسب و یا تیز اسب به او اطلاق شده. اپام نبات به دنبال آن است تا به فرهی که در نبرد ایزد آزر یا ایزد آتش با اژدهای سپوزه بددین که به سوی دریای فراخکرد گریخته بود برسه. دریای فراخکرد دریای بی انتهای کیهانی است، اما در زمین کنار البرز است و در طبق متون 1/3 زمین رو شامل می شود. فرهی هم که اپام نبات دنبالش بوده، اورمزد برای تمام مخلوقاتش از جمله ایزدان و حتی سایر موجودات، حتی انسان‌ها، فره یا پاداشی رو در نظر می گرفته در صورتی که اون آفریده تمام مراحل منزلت و کمال و طریقت رو طی می کرده تا به لیاقت و دریافت اون پاداش برسه. فره منظور آن پاداش است. اپام نبات عاشق و دلباخته آناهیتا میشه. به مرور شخصیت و قدرت‌های خودش رو به آناهیتا منتقل میکنه و در او تحلیل میره.